نزدیک به 6 میلیون تن از شهروندان افغانستان در ایران، پاکستان و سایر کشورهای جهان مهاجر هستند. آیا مهاجرین افغانستان دوباره به افغانستان برمیگردند؟ نخست وزیر پاکستان از سازمان ملل متحد درخواست کرده است که پاکستان را برای برگشت پناهجویان افغان از پاکستان به افغانستان کمک کند. این مهاجرین با چه شرایطی به افغانستان برمیگردند؟ شما بیننده آماج به گونه زنده از تلویزیون یک هستین. من جاوید جرأت هستم. در نخست گزارش از همکارم ملیار صادق آزاد. پس از ایجاد اداره موقت، برگشت پناهجویان افغان به کشور آغاز گردید و بر بنیاد آمارها 5.4 میلیون تن دوباره به کشور عودت کردند. اما هنوز هم نزدیک به 6 میلیون افغان در ایران، پاکستان و کشورهای مختلف دنیا در پناهندگی و پناهجویی به سر میبرند، که از این جمله حدود 2 میلیون تن در ایران، نزدیک به 3 میلیون در پاکستان و 1 میلیون دیگر در کشورهای مختلف دنیا به سر میبرند. از سوی هم نامنیها فقر و نبود کار باعث شده است که روند برگشت مهاجرین به کشور به فیصدی بلندی کاهش پیدا کند و حتی شمار از عودت کنندگان بار دیگر به پناهجویی رو بیاورند. در سال جاری برگشت پناهندگان افغان از پاکستان به کشور نزدیک به 60% کاهش یافته است. کمیشنر یالی سازمان ملل در امور پناهندگان در افغانستان میگوید که در سال جاری 17000 پناهنده افغان از پاکستان به کشور برگشتند، در حالی که سال گذشته 103000 تن برگشته بودند. این در حالی است که نخست وزیر پاکستان خواستار کمک جامعه جهانی برای برگشت 3 میلیون پناهنده افغان از پاکستان به کشورشان شده است. نخست وزیر پاکستان در نشستی در استرالیا گفته است که جامعه جهانی باید پاکستان را کمک کند تا 3 میلیون افغان پناهنده در این کشور را دوباره به افغانستان برگردانند. با گفته او، رفت و برگشت آزادانه پناهجویان افغان از مرز پاکستان سبب مشکلات زیادی از جمله شیوع بیماری پولیو یا فلج کودکان شده است. در حالی که برخی ها اظهارات نخست وزیر پاکستان در مورد برگشت پناهندگان افغان از این کشور را فشار سیاسی بر حکومت افغانستان می دانند، کمیشنر یالی سازمان ملل در امور پناهندگان از کاهش برگشت پناهجویان از پاکستان به کشور خبر می دهد. اداره UNHCR در مطابقت به کنوانسیون های بین المللی 1951 و پروتکل 1967 نقش حساسیش تامین عودت داوطلبانه و نظارت از تطبیق کنوانسیون است که عمان بازگشت باید به شکل داوطلبانه تدریجی با عزت و باوقار صورت بگیره. بنان ما انتظار ندارم که چنین چیزی اتفاق بیفته و نه هم در تاریخ میزبانی هر دو کشور چنین چیزی اتفاق افتاده. ما زیادتر به این باور دارم که زمینه ها مساعد شود، حتی کشورهای همسایه ما بتوانند در بخش های مختلف سرمایه گذاری کرده تا که افغان ها بتوانند به سرزمینشان آبرومندانه بیان، زندگی کنند و کار بکنند و باقی بمانند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حدود 60 شهرک برای عودت کنندگان در سرتاسر کشور بنا نهاده است. اما وزیر امور مهاجرین میپذیرد که 90% این شهرک ها غیر معیاری بوده و خارج از شهرها وجود دارد. دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR سالانه 100 میلیون دلار برای مهاجرین و عودت کنندگان به کشور از کشورهای کمک کننده دریافت میکند. اما وزیر امور مهاجرین میگوید که UNHCR این پولها را که مقدار آن ظرف 10 سال گذشته به 1 میلیارد دلار میرسد به جا مصرف کرده است. اداره UNHCR تقریبا سالانه از های کمیشنری یا که از ملل متحد بیشتر از 100 میلیون دلار دریافت میکنه از خاطر مهاجرین افغان دریافت میکنه. خب و حساب باید از اول گرفته شود دیگه. شمار از مهاجرین برگشته به کشور به دلیل نبود امنیت و اشتغال به مناطق اصلیشان نرفته و به کابل و سایر شهرها رو آوردند. آنها اکنون در جمع بیجا شدگان داخلی که شمار آنها تنها در کابل به بیش از 500 خانواده میرسد زندگی میکنند. با یک گونه نر محتاج هستیم، با گونه یک ذره ایزون محتاج هستیم. اولاد ما مریض است، خود ما مریض هستیم، خانه مادر بدر است. یعنی خود تن سعی کن ببینید دیگه خواله دینار شما دولت هستیم. با شما معلومات هستیم. دل کچنین طول نجوری زخته که دو گونه لرو چی مرشم لرو رو بلکو. پس من دو گونه نست چی اولار سو دا کلینیک تا زوی و سو دانی گولی را که اینا لگیر دا وری ما شما طول دست پراته دلکه. با باور آگاهان در بسیاری موارد ایران و پاکستان از پناهندگان افغان در کشورهایشان به گونه ابزار سیاسی استفاده کرده و در موارد زیادی دولت افغانستان را تحت فشار گرفتند. آنچنانه که در حال حاضر نزدیک به 3000 افغان در ایران محکوم به اعدام بوده و در انتظار تطبیق این حکم به سر میبرند. پاکستان نیز در بازداشت، شکنجه و حتی اخراج اجباری پناهجویان افغان از این کشور دست میزند. این در حال است که بیکاری، عدم مسئولیت غذایی، نبود امنیت، عدم دسترسی به برق و آب آشامیدنی باعث شده است که شمار از پناهندگان برگشته به کشور دوباره دست به پناهجویی بزنند.
خوش آمدین بیننده آماج از تلویزیون یک هستین. مهمانان من در این برنامه آقای نادر فرهاد، سخنگوی سازمان ملل در امور پناهندگان، و اسلام الدین جرأت، رئیس اطلاعات وزارت امور عودت کنندگان و مهاجرین هستند. خیلی خوش آمدین مهمانان. تشکر. با شما آغاز میکنیم آقای فرهاد. وزارت امور مهاجرین، خود شخص وزیر به این باور است که پولهایی را که سازمان ملل و بخش شما به مصرف رسانده بیجاست. نظر شخصیشان باشه؟ نظر وزارت عودت کننده ها و مهاجرین است. تشکر. نظر وزیر میتونه نظر شخصی باشه؟ ارتباط به این داره که در کدام قسمت و در کدام حالت روی مسئله بحث کرده، ولی من میخواستم بگویم اجازه بتین به نام خدا و به یاد و شهدا سری مسئله میخوایم اندکی تمرکز داشته باشیم، تعمق بکنیم که اداره یونیچیار از زمان آغاز فعالیتاش در افغانستان و برنامه هایی که در داخل افغانستان تطبیق کرده بر اساس یک شفافیت و بر اساس پلان گذاری دقیق بوده، و اداره یونیچیار از مجامع بین المللی پول دریافت میکنه و مسئولیت محاسباتی هم با مجامع بین المللی در یک قسمت داره. یعنی در قسمت دولت افغانستان و در کل مصارفی که در دولت افغانستان شده هیچ پاسخگو نیست اداره؟ هدف این نیست که پاسخگو هست یا خیر، هدف این است که ما مشترکاً با وزارت عودت مهاجرین در این راستا ارائه خدمات داریم. هرگاه باشه ما مثال های متفاوتی داریم و متعددی داریم. 60,000 افغان تا این سال روان بازگشت داوطلبانه کرده به افغانستان. 9 میلیون دلار امریکایی به عنوان پول نقد به خانواده های عودت کننده اداره یونیچیار داده. فکر میکنم یکی از شفاف ترین برنامه های مساعدت بر افغان ها میتونه می باشه. پس دلیل چی است؟ دلیلش خصوص نمیدانم در این قسمت که بهتری خواهد بود که دلیل از اونها بپرسین چی است، ولی ما میخوایم بگویم که ما در قبال هر آن پول یا هر آن سنت یا افغانی که دریافت میکنیم مسئولیت محاسباتی خیلی شفاف به جامعه بین المللی داریم. در غیر از اون نمیتونیم. بس در رابطه با مصرف نیست، بس در رابطه با جای مصرف است. شخص وزیر به این باور است که مصارفی را که اداره شما کرده به جا نبوده. برنامه‌های یونیچیار از سال 2002 با وزارت محترم عودت مهاجرین پیش رفته. هرگاه در قسمت جاگاه ها و یا مسائل یا برنامه هایی را که یونیچیار با وزارت تطبیق کرده مناسب نبوده، 5.7 میلیون افغان به افغانستان در کمتر از یک دهه بازگشت داوطلبانه و استقرار نمیافت. امروز ما 25% نفوس افغانستان صحبت میکنیم که ازدیاد یافته. آیا فکر میکنین که 5.7 میلیون افغان در بینوایی، بیچارگی، در کدام حالت زندگی میکنین؟ اجازه بدین با آقای جرأتی موضوع رو در میان بگذاریم. آقای جرأت، دلیل وزیر مهاجرین و عودت کنندگان برای بیجا مصرف شدن پولهای مردم افغانستان یا همی بخش سازمان ملل متحد که در امور پناهندگی کار میکنن چی است؟ سلام خدمت شما و بینندگانتان. ما میخواییم که اینجا روشنی بندازم. منظور از وزیر امور و مهاجرین و عودت کنندگان این بوده که پولهایی که یعنی بندازه پولی را که یونیچیار یا کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دریافت میکنه و بجا مصرف نکرده، و اشاره ای داشتن مستقیبا بالای شهرک باریکاپ اونجا به قسم شلتر خانه های ساخته شده برای کسایی که برگشت میکنن از دیار مهاجرت به افغانستان و پس از دریافت نمرات. اجازه بدین امی بخش سخنان شخص وزیر که در برنامه 2014 با ما کرده بیننده عزیز، ما و شما با مهمانا یک جا میبینیم. اداره یونیچیار تقریبا سالانه از های کمیشنری یا که از ملل متحد بیشتر از 100 میلیون دلار دریافت میکنه از خاطر مهاجرین افغان دریافت میکنه. خب اون حساب باید از وا گرفته شود دیگه. اما پول مصرف شده، اما پول بجا مصرف نشده.